الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ سلام و درود بر شما عزیزان، بینندگان عزیز و ارجمندم. امیدوارم موفق و معید باشید و بار دیگر با هم درباره اصول دین و معرفت الدین سخنی داشته باشیم. اصول دین عبارت است خداشناسی و پیامبرشناسی، عدل شناسی، امامت شناسی و معاد شناسی. بدین معناست که باید ما این پنج اصل را با برهان و دلیل قبول کنیم، یا اگر دیگران را برای دین دعوت میکنیم باید حجتی، برهانی، یک دلیلی عقلی داشته باشیم. دلیلی که اقامه میشه بر سه قسم است: یا اینکه دلیل عقلی باشد، برهان عقلی است و استدلال عقلی است. استدلال عقلی هم و برهان عبارت از قیاسی است که دارای مقدماتی است به نام صغرا و کبرا و یک نتیجه. اینو بهش میگن دلیل عقلی، که این در علم منطق خونده میشه. یک دلیل نقلی داریم که عبارت از آیات قرآن و احادیث اهل بیت و پیامبر اکرم علیهم السلام. اینو بهش میگن دلیل نقلی. یک دلیل دیگه داریم به نام دلیل عرفانیه، اونم از راه کشف و شهوده، از راه استدلال و برهان و عقل نیست، صغرا و کبرا چیدن نیست، بلکه از راه اینکه دل را صاف کردن و به حقیقت رسیدن. حالا هر حقیقتی که باشد، ابتداعا حقایق تکوینی و حقایق الهی، توحید خدا، نبوت، امامت، عدل، معاد، ابتداعا کشف و شهود در این زمین است، سپس حقایق دیگر جهانی و حتی به حقایق شرعی، یعنی مطالب تکوینی و مطالب تشریعی که داریم. اینا هر یکی یه حقیقتی دارد، یه ظاهری دارد، یه باطنی دارد، و ما میتونیم از راه باطن خود به باطن این حقایق برسیم، یعنی از راه قلب خودمون، از راه صاف کردن دل به جایی میرسیم که به این حقایق برسیم. و یه اختلافی است برای اینکه راه کدام است. معتقدیم که همه راه ها درست است، منتها هر یکی در مجال خود، هر یکی در زمینه خود دلیلی است که باید این دلیل ما را به مدلول میرسونه، ما را به اون چه بهش اعتقاد داریم میرسونه. راجع به خداشناسی، چون که بحث اولمون خداشناسیه، راجع به خداشناسی وقتی که میخوام استدلال کنیم، ابتدا از راه عقل باید استدلال کنیم، از راه خرد، از راه برهان عقلی باید استدلال کنیم، و بعد از او از راه کتاب و سنت، یعنی کتاب و حدیث هم استدلال میکنیم. از راه دل، اونایی که اهل معرفت هستند و به قول امروزی عرفا هستند، عرفا هم از راه قلب و از راه دل به حقیقت میرسند. البته این راههایی که برای شناخت گفته شده، هر یکی یک صنفی از دانشمندان این راه را رفتن. مثلا راه عقل و اندیشه و خردمندی راه فلاسفه و حکماست، راه
نقل راه فقیهان است و محدثین است و متکلمین، راه دل و قلب راه عرفا هستند. عارفان راهشون از این راه میخوان به حقیقت توحید یا به حقیقت معاد، مبدأ و معاد برسن، یا به حقایق جهانی از راه کشف و شهود میرسن. در خداشناسی دو راه اساسی داره، یه راه حکماست، فلاسفه است، یه راه متکلمین. فرقشون هم معلوم شد. راه حکما به اعتبار اینکه دلیلشون و برهانشون عقلیه، ولی راه متکلمین، متکلمان دلیلشون عقل کفایت نمیکنه، میگن باید عقل و نقل با هم باشن. این دو جناحی است که برای کسانی که میخوان پرواز کنن در آسمان معرفت، حالا چه متعلق معرفت خداشناسی باشد یا معرفت نفس باشد یا اینکه پیامبرشناسی، هر معرفتی باشد، باید از این دو راه خلاصه باید رفت، یکی از راه قرآن و دیگری از راه حدیث، و این دو تا باید راه را طی کرد. یه مطلب. مطلب دوم اینکه خداشناسی، عرض کردم در بحث گذشتم، بهترین راه برای خداشناسی راه فطرته. خداوند متعال خالق است و فاطر، خداوند متعال مصور است و مبدع. از اسماء الله یکی خالقیتشه، مصوریتشه، تصویر کننده است، ابداع کننده است، آفریدگاره. یکیش هم فاطریته، فاطر السماوات والارض. فرق بین خالق و فاطر چیه در اسماء الله الحسنا؟ فرقش اینه که خالق آفریدگاریه. خالق اسم فاعل از خلق است، خلقنی آفریده، آفرید. فالله سبحانه و تعالی خالق است، آفریدگار است. فاطر وقتی که یه چیزی رو آدم خلق میکنه، یه جهتی، یه هدفی، یه غایتی به این آفریدش میده. این جهت دادن را به آفریده شده را میگن فطرته، فاطریته. مثالش که اسمعی گفته بود من فاطریت خدا را نفهمیدم، وقتی که اعرابی، یه مرد عرب بادیه نشین، داشت چاه میکند، بعد گفتم برای چی این چاه میکنی؟ گفت لیشرب الناس، فطرته لیشرب الناس. کلمه فطره اورد به معنی این که من این شکافتم این زمین رو و چاه ساختم به خاطر اینکه مردم آب بخورن. فهمیدم معنای فطرت یعنی جهت دادن به هر چیزی که انسان میسازه. وقتی خداوند متعال این جهان را آفرید، حتما یه هدفی داره، چون که حکیمه، فاعل حکیم، حتما یه هدفی برای خلقش، برای آفریدنش دارد. خب حکمت خدا در خلقش چیه؟ این که همه به سوی او هستند. ما من شیء الا و یسبح بحمده، همه تسبیح گو هستند. یسبح از سبح هست، سبح معنی در زبان عرب به معنی شنا کردنه، یعنی تمام موجودات در واقع دارن شنا میکنن، یه جهتی دارن میخوان به اون جهتش برسن، همه دارن شنا میکنن که به کمال مطلق برسن، و او خداوند متعال است. لذا من الله و الی الله، انا لله و انا الیه راجعون، و الی ربک المنتهى، الی ربک الرجعه، الی ربک تصیر الامور. همه این امور، همه این کارها، همه این خلقها، همه این آفریده شده ها، همه به سوی حقن، در سیرشون، در تسبیحشون، در حمد و ثناشون، همه خلاصه زبانشون زبان ثنای حق است که خداوند متعال باشد. لذا اینو بهش میگن فطرت. و چون انسان اشرف مخلوقاته، لقد کرمنا بنی آدم، و گل سرسبد تمام این خلق برای خداوند متعال انسانه، و خداوند متعال میفرماید اون چه در آسمان و زمین، اون چه در این کائنات آفریده شده، به خاطر تو ای انسان من خلق کردم. سخر لکم ما فی السماوات والارض، همه در خدمت انسان است، تسخیر شده انسان است، یعنی انسان سلطه داره بر تمام این موجودات و سلطه‌ش هم با عقل و خرد است. لذا تمام این مخلوقات برای انسان آفریده شده. سوال، خود انسان برای کی آفریده شده؟ فطرت انسان
میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، انسان برای خدا آفریده شده. یعنی تمام این خلق، تمام این زیبایی الان که داری میبینید، همه این زیبایی برای شما انسانه. این جمال و جلال و این کمال آفریده شده ها را به خاطر تو آفریدم، ولی تو را باید کی خلقت الاشیاء من اجلک، در حدیث قدسی خلقت الاشیاء من اجلک و خلقتک من اجلی، تو را به خاطر خودم خلق کردم، تو را میخوام خلیفه خود قرار بدم. من خداوند متعال دارای صفات الهی و اسماء الله الحسنا هستم و میخوام تجلی این اسماء و صفاتم در یک مخلوق کامل قرار بدم که حامل اسم اعظم من باشد و حامل تمام صفات من باشد. و این مخلوق نیست جز انسان است، انسان کامل، پیامبر اعظم. اول ما خلق الله نور نبیکم محمد صلی الله علیه وسلم، اولین چیزی که آفریده شده پیامبر اکرم، بکن بدا الله در زیات جامعه، بکن بدا الله و بکن یختم، اول و آخر در مخلوقات حقیقت محمدی است. بنابراین تمام این خلق آفریده شدن به خاطر انسان، و انسان به خاطر اینکه خلیفه خدا باشد، جانشین خدا باشد در اسماء الله و در صفات الهی، در اخلاق الهی. امام صادق علیه السلام فرمود تخلقوا به اخلاق الله. لذا ما میخواییم خدا را بشناسیم. بهترین راه برای خداشناسی فطرت ماست. فطرت انسانی که اون فطرت الله هست بهترین راه برای خداشناسی. ولی در این حال بعضی فطرتشون آلوده شده با گناه، فطرت پاکشون آلوده شده با معصیت، با غفلت، با نادانی، با ظلم و جهل. کان الانسان ظلوما جهولا، انسان ستمگر بوده، انسان نادان بوده. گاهی فطرت ما خلاصه غبارآلوده، باید یه فوتی کرد، باید فطرت ما را برش گردونی به سلامت اولی، چون که خدا جمیل است و لا یستر منه الا الجمیل. اون فطرتی که خداوند متعافریده در انسان یه فطرت پاکیه، یه سرشت پاکیه، یه سرشتی که عاشق خداست، عاشق کمال مطلق خدا باشد. هر کس در وجود خودش یه عشقی پیدا میکنه، یه محبتی پیدا میکنه که زیربنای این محبت یا ریشه های این محبت عبارت از سه محبته، سه حب است، سه دوستیه، سه عشق است. عشق به جمال، عشق به خیر و عشق به کمال. هر انسان در فطرت خودش چنین عشقی میابد و میخواد به کمال مطلق برسد. بنابراین بهترین راه همون فطرته. ولی در این حال راه های دیگری هم گفته شده. الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، یعنی راه هایی که میخواد به خدا شما رو برسونه به اندازه نفس های تمام بشریت، تمام خلایق از آدم تا خاتم تا روز قیامت. هر یکی برای خودش یه راهی دارد، هر یکی برای خودش یه راهی دارد به خداوند متعال میرسه، راه هایی که به اندازه خود بشر. ولی در این حال علما فرمودن که بعضی راه ها عبارت از شاهراه هست و ما باید این شاهراه ها رو بدونیم. یه راه های باریکی هست، یه راه های مختصری هست برای عوام الناس، یه دفعه نه، یه راه علمیه برای خواصه، یه راهیست که زیربناش دانش و علم هست، زیربناش فقط دیدنی ها نیست، زیربناش یه فکره، یه اندیشه، یه چیزی که ماورای طبیعته، یه چیزی که ماورای جهان طبیعی و ناسوتی ماست، مربوط به عالم غیبه، مربوط به عالم ماورای طبیعته. ما از این راه هم باید بریم. این راه ها بهش میگن راه های علمی، راه های علماست. و این راه ها علما جمع کردن، مهمترین راه ها عبارت از پنج راهه. ما میخواییم این پنج راه ها رو برای شما بگیم. جوانای عزیز، میخواییم این پنج راه رو برای شما بگیم. راه اول راه امکانه که این راه حکما و فلاسفه است. بعد از اون راه حدوثه که راهیست، راه حادث بودن جهانه که این راهیست که برای متکلمانه. یه راه هم برای طبیعیین، اهل طبیعت، که عبارت از راه حرکت، از راه حرکت. یه راه هم از راه نظمه، یه راه دیگر هم از راه علت و معلول. این پنج راه را شاهراهایی است که ما را به خداوند متعال برای اثبات صانع وجود حق جل جلاله از راه عقل ثابت میکنه. پس بنابراین بحثمون خواهد بود در این پنج راهی است که
علما بزرگان ما نشون دادن. و این چهار راه اثباتش، پنج راه معذرت میکنم، اثباتش از راه عقل و اندیشه و خرد است. خب این چهار پنج راهی که میخوایم از راه عقل ثابت میکنیم، خوب گوش کنید، یه مطلب بسیار زیبا و زیربنای تمام استدلال عقلی ماست، بلکه تمام استدلال‌های نقلی در تمام علوم و فنون، در تمام هنر، در تمام علم و معرفت. 1,000,000 علم داریم که حضرت فرمود علمنی 1,000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1,000 باب. 1,000,000 علم که داریم از زمان آقا امیرالمومنین تا کنون، تا بلکه بیشتر، اینا همش استدلال و برهانشون به یک قاعده عقلی میرسه، به یک قاعده عقلی. ببخشید من بیانم، چون که عرب زبانم، متولد کاظمینم، از این نظر بیانم گاهی یک کلمات عربی استفاده میکنم، ولی انشاءالله مطلب برای بینندگان عزیز من انشاءالله رسیده باشه. این قاعده عقلی که زیر بنای تمام استدلال های عقلی و نقلی است و حتی استدلال های عرفانی که از راه کشف شهوده، اینا همشون برمیگرده به یه قاعده عقلی است و اون اجتماع نقیزین محال، ارتفاع نقیزین محال. یعنی چی؟ ما اون چه در عالم هستی و وجود داریم عبارت از این که هر چیزی یا موجود است یا معدوم، یعنی یا وجود است و هستیه یا نیستی، عدمه. پس ما یه وجود داریم یه عدم. میگن شما هر استدلالی که میخوای بکنی برای هر چیزی، اگر برهان اقامه شد، شما اون برهان را اگر نپذیرید، کار به جایی میرسه که یا اجتماع نقیزین میاد یا ارتفاع نقیزین. نقیزین یعنی با هم تناقض دارن، ما ضدین داریم. آخه این یه بحث منطقیه، باید زیربنای منطقی داشته باشی جوانای عزیز، یک کمی باید منطق خونده باشی. ما بین دو مفهوم متباین که با هم تباین دارن، این دو تا مفهوم تقابلی که بینشون هست، چهار تقابل داریم. یکی تقابل ضدینه، یکی تقابل تناقضه. فرقشون چیه؟ ضد این دو امر وجودی ولی هرگز در یک جا در یک زمان از یک جهت جمع نمیشوند، مثل سیاهی سفیدی. سیاهی و سفیدی دو ضدن، چون که سیاهی وجودی است، سفیدی هم وجود دیگر، ولی با هم جمع نمیشن، بینشون یک تنفر و غایت تنافر بهش میگن، یه غایت تنافر، تنفری بین این دوتا هست، این میشه ضده. نقیزین عبارت از دو امره، یکی وجوده یکی عدمه، امران وجودی و عدمی، لا اجتماعان و لا ارتفاعان، جمعشون نشاید، رفعشون نشاید. مثل چی؟ مثلا این گل، این گل یا اینکه انسان است یا لا انسان. الان این گل لا انسان است، انسان نیست، گل است دیگه، انسان نیست. بنابراین هر چیزی یا گل است یا اینکه گل نیست. شما نمیتونید بگید آقا این هم گل است هم گل نیست. میگم آقا جایز نیست. چرا؟ میگم اجتماع نقیزینه، چون بین هست و نیست تناقضه. یا گل است یا گل نیست، یا انسان است یا لا انسان است، انسان نیست. شما میگید نه این هم گل است هم لا گل است. میگم آقا جون این شاید نیست، اجتماع نقیزین و این درست نیست. میگید آقا جون هر دوش نیست. میگیم نه این که گل است و نه این که نه گل است، نفیه نفیه. میگیم اینم جایز نیست. چرا؟ میشه ارتفاع نقیزین، اینا با هم تناقض بود، شما هر دو نقیز رو میخوای بردارید، ممکن نیست، عقلا ممکن نیست. بنابراین نه اجتماع نقیزین ممکنه نه ارتفاع نقیزین ممکنه. این قاعده است در تمام استدلال هایی که خواهد اومد، چونی که ما توحید و خداشناسی رو با دلیل
طرف ما کمونیسته، میگه خدایی نیست و من باید اثبات کنم با یه دلیل عقلی که عقلش حکم کنه به این دلیل. اگر چه عقلش ایمانش به حسیات و تجربیاته، میگه من مجردات قبول ندارم، ولی در این حال من از راه حسیاتی که خودش ایمان بهش داره، از راه همین قاعده که اجتماع نقیزین محال و ارتفاع نقیزین محال، من ثابت میکنم. بذار این داستان الان تو ذهنم اومد برای شما بگم، خیلی قشنگه. آیت الله خوی خدا رحمتش کنه، یه روز یه کمونیست اومد میشش، گفت آقا جون، گفت بله، البته آقا جون من میگم، گفت آقا، گفت بله، گفت این که شما لیلین و استالین گفته که اجتماع نقیزین محال نیست، میشه با هم جمع کرد. گفت درسته. گفت ولی شما میگید نه اجتماع نقیزین محال است. گفت اینم درسته. گفت نمیشه. گفت مطلب ثابت شد. بار دیگر میگم قصه رو. گفت اجتماع نقیزین، لیلین گفته که اجتماع نقیزین جایز است، عقلا محال نیست، رو همون بحث دیالکتیکی که دارن، که میشه جمعشون کرد در یک جا در یک زمان. گفت بله درسته، فرمایشات آقا درسته. مثلا گفت خب شما چی میگید؟ گفت ما میگیم اجتماع نقیزین محال است. گفت که نمیشه. گفت پس ثبت المطلوب، چون که الان تناقض شد دیگه، بین حرف من و حرف شما تناقض شد. شما میگی نمیشه، پس این دلیل برای اینکه چی؟ اجتماع نقیزین محاله و همینطور ارتفاع نقیزین محاله. لذا زیربنای تمام استدلال های عقلی ما، چه در هنر، حتی در کارهای اجتماعی ما، کارهای مردمی، عوام الناس، وقتی که شما بحثش میکنید در بازار مثلا با جوان و غیر جوان، بزرگ و کوچیک، در مقام استدلال باید به جایی برسونیش که اجتماع نقیزین محال و ارتفاع نقیزین محال، باید به اینجا برسونه و این زیربنای تمام استدلال ماست. حالا یه قاعده دیگر هم داریم که تمام استدلال های عقلی و دلیل عقلی ما، برهان های عقلی ما روی این قاعده پیاده میشه و اون چیه؟ ابطال دور و تسلسل. ما یه دور داریم یه تسلسل. میگن دور و تسلسل باطل است. اینو داشته باشید تا انشاءالله در بحث دیگر و جلسه دیگر تفصیل این مطلب را خواهم گفت. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به این معنی است که انسان کامل تجلی اسماء و صفات خداوند است. به همین جهت است که به ما گفتند خود را به اخلاق الهی متخلق کنید. همگی اینها به وسیله فطرت پاک محقق می شود. اما در این حال علما پنج راه را به عنوان شاهراه معرفی کردند: برهان امکان، راه حکما و فلاسفه، برهان حدوث، راه متکلمان، برهان حرکت، راه طبیعیون، برهان نظم، برهان علت و معلول. ابزار ما در این راه ها عقل و اندیشه و خرد است. قاعده ای عقلی وجود دارد که زیربنای تمام استدلال های عقلی و نقلی و حتی دیگر استدلال هاست، اینکه اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال است. قاعده دیگری که در جلسه بعد آن را بیان می‌کنیم، بطلان دور و تسلسل است.